فصل چهارم. ای عزیزان، به هر نبوتی، الهامی اعتماد نکنید، بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه. زیرا عده زیادی هستند که به سرتاسر دنیا رفته به دروغ نبوت میکنند. چگونه میتوان نبوتی را که از طرف روح خداست تشخیص داد؟ هر که با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد از جانب خداست و هر که منکر این حقیقت شود نه تنها از جانب خدا نیست بلکه او دارای روح دشمن مسیح می باشد. شما شنیده اید که او می آید در حالی که همکنون در این جهان است. ای فرزندان من، شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که به دروغ نبوت می کنند غلبه یافته اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می کند قوی تر است. آنها متعلق به این دنیا هستند و درباره امور دنیوی سخن می گویند و به این سبب دنیا به آنها گوش می دهد. اما ما فرزندان خدا هستیم و هر کسی که خدا را می شناسد به ما گوش می دهد، در حالی که کسی که به خدا تعلق ندارد سخنان ما را قبول نمی کند. پس به این ترتیب ما می توانیم پیام حقیقت را که از جانب روح خداست از پیامهای نادرستی که از جانب ارواح دیگر است تمیز دهیم. ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هر که محبت دارد فرزند خداست و خدا را می شناسد. اما آن که محبت ندارد از خدا کاملا بیخبر است، زیرا خدا محبت است و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید که او پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا ما به وسیله او حیات داشته باشیم. محبتی که من از آن سخن میگویم محبت ما نسبت به خدا نیست، بلکه محبت خدا نسبت به ماست. محبتی که باعث شد او پسر خود را به عنوان کفاره گناهان ما به جهان بفرستد. ای عزیزان، اگر محبت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می کند و محبت او در ما به کمال می رسد. چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است. ما خود دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای پدر پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده عالم باشد و هر که اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا. ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند در خدا ساکن است و خدا در او. به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم، زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این جهان است. کسی که محبت دارد نمی ترسد و هر که بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می سازد، ولی شخصی می ترسد که در انتظار مجازات است. ما به دیگران محبت می کنیم چون اول خدا به ما محبت کرد. اگر کسی بگوید من خدا را دوست دارم در حالی که از برادر خود نفرت دارد، دروغگوست. زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال است خدایی را که ندیده است دوست بدارد. فرمانی که او به ما داده است چنین است: هر که خدا را دوست دارد باید برادر خود را نیز دوست بدارد.